شهر بندری ویلهلمز هافن. بریم با هم ببینیم چجوریه. اینجا ایستگاه قطار شهر ویلهلمز هافن هستش. خیلی با سلیقه و خوشگل درستش کردن. دارم از ایستگاه میرم بیرون. وارد شهر میشم ببینیم. این شهری که در شمال آلمان قرار گرفته چجوری هست؟ بریم به بندر، بریم به بندر کوچولو، بریم به بندر. ببینم یا اسوبای تو دا اسون یا دنبال یه راهی میگردیم که اول بریم مرکز شهر و بعدم بریم به سمت هافن. هافن به زبان آلمانی یعنی بندر. اینجا میره به سمت مرکز شهر؟ نه، میره به طرف دریا. خب اول میخوام بریم مرکز شهر رو ببینیم. باشه، پس ما دیگه اینو در نظر داشته باشیم که از این بر میرم به سمت بندر. آره بریم اول آلتشتات رو ببینیم. موین تو شهرهای شمالی آلمان به جای هلو اکثرشون میگن موین. تو شهر برلین هم چیزی من دیده بودم. لینکس نه هیر برلین دات فان دات اوکی دانک شو دانک کم بک نه چاو. هر جایی واسه خودش یه دیالکت داره، یه لهجه‌ای داره. موین اینجا می‌دونستی؟ موین اینجا هم میتونی صبح بخیر بگی، هم میتونی بعد از ظهر بخیر بگی، هم ظهر بخیر بگی. آره شهر شمالی هر ساعتی میتونین استفاده کنید دیگه. کلاً لهجه دارم. لهجه دارم. مثلا من شمالی هم میگم تیجان قربان. تیجان قربان.
از شهر برمن که میریم بالاتر میرسیم به بندر بریمر هافن. حالا یه بندر دیگه هم هست به اسم ویلهلمز هافن که همین شهریه که من امروز اومدم. اون ویدیو قبلی رو اگه ندیدید توی بریمر هافن همون شهری بود که رفتم توی زیر دریایی، اگه دوست داشتید باید ببینید. حالا بریم این شهر رو کشف کنیم ببینیم چجوریه. بیشتر این شهرها رو خودم برای اولین باری که بهشون سفر میکنم و میبینم. یه جورایی دارم تمام شهرهای آلمان رو میگردم دیگه و به شما نشون میدم. هوا یکم سرده، از اون بارونای ریز هم میزنه که اصلا دیده نمیشه، ولی حس خوبی داره. شهرهایی که من میرم اول سعی میکنم مرکز شهر رو ببینم. آره، چون به کریسمس نزدیک میشیم و حال و هوای تمام شهرها یه جوری کریسمسیه دیگه. آلمانیا به پاپا نوئل میگن واینختمن، چون به کریسمس هم میگن واینختن. یکم خلوته امروز چون هوا، آره بارون که میزنه همه فرار میکنن. شهر کوچیکیه نه مجید؟ آره قبلا اینجا اومده بودی گفتی؟ آره من سه بار یه چهار بار اومدم اینجا، چون یکی از دوستان بچه مولام اینجا چندین بار اومدم، چندین سال پیش بوده. که تو تابستونم بودی؟ هوا چجوری؟ آره سرده؟ تابستونش خیلی خوبه اینجا، تابستونش واقعا این چیجوری، یعنی این شماله خودمون، هواش آفتابی و متعلق بود. بندرش خیلی قشنگ بود. میریم حالا یکم اینجا رو بگردیم، میریم به سمت هافن یا همون بندر، میریم کنار دریا. مشت گره کرده تو دهنه
اینجا خونه چند اجاره هاش به نظره؟ خونه اجاره هاش خیلی خوبه اینجا. ارزونتر از مثلا؟ ارزونتر از هانوفر در میاد، شهر خودمون. مثلا دوستم تازگی یه خونه 50 متری گرفته اینجا 500 یورو وام، همون گرم 50 متر وام، وام همون 500 یورو. آره 500 یورو. آره خیلی خونم اینجا راحت تر پیدا میشه تا هانوفر، راحت میتونی خونه پیدا کنی. اگه کار داشته باشی، کار سفید، راحت تر میتونی. آره چون بدون قرارداد کار واقعا خیلی از صاحبخونه ها حاضر نمیشن خونه هاشون اجاره بدن دیگه. فکر کنم مرکز شهرش همینه دیگه. حالا امروز هم که بارونی زیاد شلوغ نیست، جوری خودش رو بغل کرده بود یه جوری نگاه میکرد دیگه. آلاسکا اومده. اینجا هم که همون فروشگاه یه یوروییه دیگه، یعنی میزنه یک یورو ولی بعضی از جنساش مثلا 5 یورو 10 یورو. ببین اینجا دیگه مثلا 1 یورو. خیلی چیز داره میشه از این فروشگاه پیدا کرد با قیمت های خوب. انگار عکس قدیمی از این از همین شهره؟ آره 1942 50. لا 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 از اون بر؟ آره دیگه میخواییم بریم. خب بیا همین خیابونا رو بریم. حالا نیویورکر ما از اینجا زیاد خریده کنه. چه حالی میکنه بچه تو آب. در واینختمارک بازار کریسمس. من دوباره برگشتم به سمت بانهوف که از اون مسیر بریم به سمت بندر. از همینجا دارم صدای مرغای دریایی رو میشنوم. دستم یخ زد، مجبور شدم که دستکش بپوشم. از این خانم آقا پرسیدیم، گفت 10 دقیقه یه رو از اینجا میتونیم به سمت بندر بریم. اینجا هم یه کلیساست، یه نگاهی بندازیم اول مجید. آره ببینید چیه این ساختمون، وضعیتشون خیلی قدیمیه. ببینیم این موشکی. به مناسبت ورود ما زدن زنگو ناقوس رو به صدا چیزه دیگه. کلیسای افانگیلیش همون پورتستانه دیگه. پورتستان اوفن باز هم هست. ببینیم میتونیم داخلش یه نگاه بندازیم. یک شنبه ها بازی فکر کنیم. نه وسط هفته هم بعضی هاشون باز هست. حالا نمیدونم، شاید الان کسی نباشه. راست میگه. این ها شما اول بفهمی نخ این این
نه کاری ندارن که. آتیش نداری؟ اینو روشن کنیم؟ نه دیگه شمه دیگه. شمه. چرا اجازه نداری؟ و به چه درد میخواد؟ یک شمه فقط اینو روشنش میکنم. خب چه کاریه؟ اینجا هست دیگه بیا. این میتونی فوت کنیم یا به جای جشن تولدت. نمیشه؟ با این؟ ببین اون پیانو رو عجیب بریم بیرون مجید تا به راه راست هدایتمون نکردن معمولا من میرم توی کلیسا یه نگاه میندازم و فرار میخوای گوشی تو به دکس بگیرم ببین زبان اینجوریه دیگه مثلا یه وقت بعد میگفتی سوفوس آره دیگه وقتی میخوای بگی مثلا پیاده میگی سوفوس زبان فرار هست فرار هست حالا ما که اینجایی فرار اونایی که تو ایران دارن یاد میگیرن زبان آلمانی چقدر سختی میکشن نه؟ حالا باز آره بعضیاشون که خیلی حالا یه سر یا استعداد بیشتری دارن یا انگیزه دارن یعنی. به هر حال فرق میکنه دیگه یادگیری زبان خب بدون شک زبان آلمانی یکی از سخت‌ترین زبان هست خودشون هم میگن آره دویچش براخ شفرشش براخ بابا نویلو بگیرش داره از دیوان میره بالا از خونه مردم داره میره بالا ببریم بالا؟ آره ببین ما از اینجا اومدیم اگه یادداشت نگاه کن اونها بانهوفه ببین چرخیدیم ببین خوبش. اونجا بانهوفه باید بریم بالا به اون سمت ببین مرغ دریاری نگاه کن خودش نشونه است خودش داره میگه ببین از اون ور داره میاد همیشه به نشانه ها باید توجه کرد من نه من شهرهی که فقط اینجا خیلی پرته خیلی کوچیکه تو فکر کن آره درسته که خب شهرهای بندری یه جذابیتی داره درسته هرچند که امروز اینجا بارونی خیلی شلوغ نیست ولی در کل تو شهرهای کوچیک من دوست ندارم زندگی کنم اینجا هم به نسبت شهری که من زندگی میکنم و شهرهای دیگه خب کوچیکتره تو چی؟ صدای مرغای دریایی میشنی؟ آره تو هم نه ها اینجا منم دوست ندارم اینجا زندگی کنم چون من چندین بار اومدم اینجا خب سالای خیلی قبل سالای قبل اومدم اینجا زیاد تابستونش قشنگه اما واسه زندگی دوست ندارم اینجا خب راه سرراسته اونجا بانهوف هست ایستگاه قطار که ما اومدیم اگه مستقیم بیای از همینجا میای میری به سمت بندر بندر دیگه که میگن هافن ویلمز هافن بندر ویلهلمز ما شمالی ها چی میگیم؟ ببینید چی میگیم؟ ما شمالی ها چی میگیم؟ به کدوم؟ چنگر این مرغابی سیاهه آره چنگر؟ آره اسمش یه مقدار مسخره هست نه جالبه خب ببین یه پرنده مهاجری که تو کشور سرسی فقط زندگی میکنه آره تو ایران هم داریم پس تو ایران داریم هم مهاجره از روسیه میاد زمستون آره از طرف روسیه میاد به سمت ایران من یه بار اومده بودم اینجا یه کشتی جنگی رو آورده بودن که من حتی رفتم توش
تو بریمهافن یه زیردریایی جنگی بودش، من اونو رفتم دیدم. من سوار کشتی شدم، هیچ کشتی جنگی بودم خب سالای قبل، یادشم بخیر. شاید اینم باشه، ببین از دور داریم میبینیم یه کشتی اونجا. این ریل قطار رو میبینه هیتلر از این رد میشده، هیتلر میمان از این رو رفت. بهتره ما هم به شهرهای شمالی که سفر میکنیم به جای هالو بگیم موین. مونیخ میگن زئوس. چی میگن؟ تو مونیخ میخوان یه احوال پرسی بکنن، تو مونیخ میگن زئوس. هر جایی یه لحجه مثل ما. لحجه شما چیه؟ لحجه ما دهاتیه. لحجه ما اصولا بدون لحجه صحبت میکنیم. میگم به آلمانی میگم تیجان قربان. تیجان قربان. خیلی خیلی باحاله. آخر سر هم اینجا آلمانی ها فارسی یاد میگه. فعلا یکی دو نفر آلمانی که به پست من خورده خواسته فارسی یاد بگیره، اونا هم خوب چیز یاد گرفتن از ایرانی ها. گفتن فوشا رو به ما یاد بده اولش. باور کن. گفتم اولیشو بیلاخ اینو بد یاد نه 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 اصلا فوشای من یاد نمیدم. اتفاقا همین کارو کردم، من فوشا رو بهشون یاد ندادم چون که حتما بر علیه خودمون استفاده میکنن. گفتم تو فعلا همین یک کلمه رو داشته باش بیلاخ. بسته کسی نیست اینجا. آرکونا. این هم پرچم دویشلند. چیه جنسش؟ طناب یا زنجیره؟ طنابه. با طناب بافته شده. شهر نسبت به شهر خودمون خیلی سخت به مهاجرها جواب میدن، یعنی اقامت میدن. جدی؟ آره خیلی سخت. کی اون دوستت که اینجا زندگی میکنه چجوریه وضعیتش؟ دوست من چند وقت اینجاست؟ قبولی داره؟ دوست من حدود 8 سال با من اومد، با هم اومدیم. من یه مقدار زودتر، یه ما زودتر اومدم، اما اون بعد از 6 سال جواب گرفت. امروز بارونیه اینجوریه انقدر سوت و کور و خلوته یا همیشه اینجوریه؟ من فکر میکردم که یه مقداری پر رونق‌تر باشه. هوا سرد میشه. آره دیگه. همون تابستون اینجا خیلی شلوغه، بار داره و مثل رستوران و همه چی اینجا هست. ساعت چنده؟ ساعت 3:20. اینجا رطوبتش هم باید زیاد باشه دیگه نه؟ شاید دلگیریه نه؟ آره حالا شاید هم به خاطر که توی آخر پاییز نزدیک زمستون هستش اینجوری باشه. بندر بریمهافن خیلی بهتر بود به نظر من. شلوغ‌تر بود. آره شاید هم دلیلش این بود که من تو تابستون رفته بودم اونجا. با کشتی میشه به سمت نروژ و فنلاند و سوئد رفت. از این شهر منظورته یا بندرهای دیگه؟ از بندر هامبورگ کیل. از هامبورگ هم داره فکر میکنم، درسته؟ کیل نزدیکتره دیگه، درسته احتمالا. آها
ببین پیرمرد رو هیچی نداشته باشه 77-78 سال 80 سال داره، تو این هوا اومده واسه خودش داره دور این میدون ورزش میکنه. این هوای سرد آلمان و رژیم غذایی که دارن با این فرهنگ ورزش کردنی که دارن باعث میشه که همشون بالای 80 سال راحت عمر کنن. راحت تو برف میان بیرون قشنگ برای خودشون میدوهن. ما الان باید اینجا باشیم، بریم از نزدیک اون پل رو ببینیم. نظر میاد که چون دیگه ما اجازه نداریم اون برتر بریم، راه نداره؟ نه. میتونیم بریم بالای پل ولی از اونجا فکر کنم بریم اون برای بندر. آره از اینجا راه داره، میتونیم بریم بالا. اینجا قشنگه. یه بار اومدم اینجا خیلی باحاله، خیلی قشنگه اینجا. همون پرنده‌ای که گفتی؟ نه
اینا مرغ چی میگن؟ مرغ طوفان. شنا؟ آره تو این هوا ببین اونجا یه چند نفری تو آبن. حاضر تو این آب شنا کنی؟ تو این هوا؟ با هزار یورو نمیری تو آب؟ یه پولیور و کافشن و همه چی پوشیدم آدم سر داره. من نمیدونم اونه جونه برن هم نمیدونم. یه تابستون قلقله هست. آره تابستوناش باید شده باشه. تو ماسا میریم اونجا یه راه هست الان میریم اونجا. آره یکم لیز اینجا جان. وای اونجا میبینی تو خط افق یه مقداری نور هستش روشنه به خاطر اون فانوس دریایی. نمیدونم که معلومه یا نه. داشتم از این شهر ناامید میشدم ولی اینجا که ما اومدم یه مقداری خوشم اومد. مجید بیا اینجا واسه از دور نگاه بکنه. جزمت دلاداری میاد بالا آب دریا شبا میاد بالاتر دیگه نه؟ خیلی سرده بادم میاد ما یخ زدیم برمیگردیم میریم تو شهر. یخ زدیم ها. آره خیلی سرده.
میخوای از این ور بریادیم تو شهر؟ ما از اینجا اومدیم خب؟ اون ور بانهوف بودش، حالا از این ور برمیگردیم. خیلی خوشنگی سگه خواب شما سبز بچه سگی گنه. من اصلا دوست ندارم توی شهر زندگی کنم. افسردگی میاد سراغت. وضعیت کار چجوریه؟ کار اینجا بگم سخت کار میشه پیدا کرد اینجا توی این شهر. همه بچه ها بیرون از شهر کار میکنم، بیرون از این شهر کار میکنم، دوباره میان توی این شهر. دیگه باش که رزی میان اون باش. آره اونجا باشگاه است. وینگ چون یعنی تو زمستون بیایی سمت این شهر هیچی نداره، فرار میکنی، ولی باید تابستونه خوبی داشته باشه نه؟ اصلا دلت میگیره، باز یه نور میبینی یه مقداری گرم میشی. آره بریم. چه وحشتناک بود، مثل این فیلم ترسناک. اونجا ایستگاه قطار دیگه، بانهوف.
دو خط یک برم بی سیره اصلی رو دوتا اونجا اینم از شبهای شهر بندری ویلهلمز هافن در شمال آلمان. پنج دقیقه دیگه اتوبوس من میاد. خب خوبه. خب اتوبوس اومد دوستم باید بره. مرسی. خیلی دیدی. تو همینطور. برمی تو. بای بای. خب بریم. تا یه ویدیو دیگه